درود بر شما هنردوستان فارسی زبان. به برنامه کمبلوک خوش آمدید. من زهره زند، راهنمای تور در سینسیناتی آرت میوزیم هستم. به صورت مرتب فردی از این موزه راجع به قطعه صحبتی کوتاه خواهد داشت. اکثر این برنامه ها به انگلیسی هستند، ولی ما سعی داریم به زبان های مختلف این برنامه رو به شما ارائه دهیم و به من این افتخار داده شده که این را به زبان فارسی به تقدیم حضورتون بکنم. این سومین برنامه ما هستش، اولی در مورد مجسمه از مجسمه ساز معروف ایتالیایی مارینو مارینی به نام کاوالو اسب بود، دومی در مورد طرح اولیه یک آبنمای خیلی معروف سینسیناتی به نام تایلر دیویدسون فاونتن یا جینس آف واتر برکت آب بود، و امروز میخوام در مورد یک قطعه از کلکسیون مفرق لورستان ما که همون لورسن برانس هست صحبت کنم. این یه دهنه اسب هست با تزئینی بسیار جالب. همینطور که میدانید لورستان استانی کوهستانی در غرب ایران میباشد. به این رشته کوها زاگرس گفته میشود. مقداری از کوهستان زاگرس در قسمت شمال شرقی عراق و مقداری نیز در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد. این رشته کوه حدود 1600 کیلومتر که همان 990 مایل میباشد طول دارد. استان لورستان در قسمت جنوبی زاگرس قرار دارد. این رشته کوه از لحاظ تاریخی با ارزش می باشد. اشیایی که با آنها برنز لورستان و یا مفرق لورستان گفته می شود تازه در دهه 1920 میلادی توجه باستانشناسان را به خود جلب کرد، چون کلی از این اشیا را بومیان این منطقه در آن زمان از زیر خاک پیدا کرده بودند. اکثر این اشیا چون چاقو، تبر، اشیای تزئینی، سنجاق، دهنه اسب و غیر فلزی هستند، یا بهتر بگوییم از مفرق ساخته شدند و حدود 2500 تا 3000 سال قدمت دارند. با وجود این که مقدار زیادی از این اشیا پیدا شده، ولی هنوز در مورد افرادی که آنها را ساختند اطلاعات زیادی نداریم. افرادی که در لورستان زندگی می کنند بیشتر کوچ‌نشین بودند، چون در هنگام تابستان به خاطر گرما از دشت به کوه می رفتند تا چارپایانشون چون گاو و گوسفند و بز و اسب بتوانند در جای سبز و خنک چرا کنند. همانطور که گفته شد از اشیایی که زیاد پیدا شده مربوط به اسب می باشند، همچون این دهنه اسب با کناره هایش. ترکیب اصلی مفرق که با آن برنز هم گفته می شود مس و قلب می باشد. دهنه وصله ای است که در دهان اسب گذاشته می شود. این قطعه سه قسمت فلزی دارد. یک میله وسط که به درون دهان اسب گذاشته می شود همراه با دو حلقه که می توانند با تزیناتی همراه باشند قسمت خارج دهن اسب را در بر می گیرند. بندی که اکثرا چرمی می باشد از داخل این حلقه ها رد می شود که به آن بند افسار می گویند و آن به افسار اصلی متصل می شود. سوارکار با کمک افسار و دهنه می تواند اسب را فرمان دهد تا به چپ و یا راست حرکت کند و کی بیستد. نقش ارباب حیوانات Master of Animals که شباهت به انسان دارد در دوران باستان متداول بود. او در میان دو حیوان وحشی که در مقابل هم قرار دارند ایستاده و اکثرا او با هر دست گردن آنها را گرفته است. ارباب حیوانات جنسیت خاصی ندارد، می تواند مؤنث یا مذکر باشد. در اینجا او مذکر است. شاخهایی که دارد نشانگر آن است که قدرت یک گاو میش را دارا می باشد. بالها یادآور آزادی و توانایی اوست که می تواند مثال یک پرنده همچون عقابی بر فراز همه چیز قرار گیرد. عقاب می تواند در فضای بسیار بالا پرواز کند و چشمان دوربین بسیار قوی دارد که کوچکترین حرکتی را از آن ارتفاع می بیند. صورت انسانی ارباب حیوانات نماد هوش و دانایی وی می باشد. حیواناتی که در کنار ارباب حیوانات قرار دارند گاهی به شکل حیوانی واقعی و گاهی به شکل حیوانات اسطوره‌ای همچون شیردال، گریفن و یا مثل ابوالهول سفینکس می باشند. گریفین یا همون شیردار معمولاً بدنی چو شیر، گاهی با بال و گاهی بدون بال و سری چو عقاب دارد.
شیردار یکی از نقوش تزئینی مورد علاقه مردم سرزمین‌های باستانی خاورمیانه و مدیترانه بود. از آن برای نشان دادن قدرت و شجاعت نظامی، رهبری و هوشمندی استفاده می‌شد. ابوالهول یا همون سفینکس جانور افسانه‌ای است که با سر انسان، بدن شیر و با بال‌های عقاب. اعتقاد بر این است که قرار داشتن ارباب حیوانات وسط این حیوانات نماد سلطه انسان بر طبیعت به خصوص جانوران می باشد. نقش موجودات بالدار بر روی قسمت گونه دهنه اسب متداول بوده. به نظر می آید که این نقوش بر روی قسمت گونه دهنه در ایران به وجود آمده باشد. به خاطر کشف شدن تعداد زیادی دهنه و دیگر وسایل مربوط به اسب در این ناحیه برداشت می شود که در این منطقه نیروی انتظامی و دفاعی، ثروت و قدرت وجود داشته. این دو موجود که در کنار ارباب حیوانات ما قرار دارند به نظر می رسد که شیر و یا ببر بالدار باشند. آنها بر روی پاهای عقبشان ایستادند و دهان باز خود را به ما نشان می دهند. این گونه به بیننده آمادگی خود را برای حمله به مهاجم بالقوه را از ابراز می کنند. همچنین به نظر می رسد که ارباب حیوانات ما بر روی درخت ایستاده است. شاید این درخت نماینگر درخت زندگی و جاودانگی باشد. گردن اسب جایی است که مهاجم خواهی آن جنگجوی انسانی و یا یک حیوان باشد هدف می گیرد. این ببرها یا شیرها با قدرت خارق‌العاده خود چون که بال دارند و همراه با ارباب حیوانات در مقابل مهاجم قرار دارند. مهاجم از دیدن آنها خواهد ترسید. آنها محافظان اسب خود هستند.